درود بر شما همراهان و خوش اومدین به کانال شب رو ممنونم که اینجا اینو روی این ویدیو کلیک کردین سپاسگزارم از هر گونه حمایتی که از کانال خودتون دارین بریم که با هم داستان امروزمونو بشنویم با صدای گریه توی حال از خواب پریدم طبق معمول مامانم بود خدایا این دیگه چه کابوسی بود این چه بلایی بود چرا از بین این همه آدم باید سر خانواده ما این بلا می داغ دیدیم داغ عزیز داغ برادر برادرم فرشته بود یه شب خوابید و صبح دیگه پا نشد هیچ بیماری هم نداشت دکترها گفتن که تو خواب سکته کرده اگه از قبلش حالش بد بود یا مشکلی داشت میتونستیم با این قضیه کنار بیایم ولی مرگ ناگهانی واقعا سخته روزی که زنداداشم زنگ زد و گفت که رضا داداشم فوت شده اول فکر میکردم داره شوخی میکنه ولی شوخی نبود. چه دی میگفت؟ از اون وقت به بعد زندگیمون رنگ خوشی به خودش نگرفت. چهار ماهی بود که داداشم فوت شده بود. ولی مامانم یه لحظه هم آروم نمیگرفت. باز بابا مرد بود و میریخت تو خودش. اما این قضیه رو مامانم نمیتونست حسم کنه. میرفت عکسای بچگی من و داداشم و میوورد و توی حال مینشست و ساعتها گریه میکرد. اصلا یه خاطراتی تعریف میکرد که آدم دیوونه میشد. من خیلی براش نگران بودم. میترسیدم آخرش دیوونه بشه و یه کاری دست خودش بده. آخه خیلی فکر و خیال میکرد. شبا تا دیروقت وقت بیدار بود و فیلم تولد داداشم رو نگاه میکرد. فکر و ذکرش فقط شده بود داداشم. دیگه خبری از اون زن شیک بوش که حتی توی خونم آرایش میکرد و هر روزم کلی به خودش میرسی نبود. دور و اطرافیامون هی بهمون به میگفتن که مامانتو ببر پیش یه روان پزش ولی مامان مگه از در خونه بیرون میرفت که ببریمش پیش روانپزشک. حالش واقعا بد بود ما دو تا داداش بودیم ولی به خدا اصلا فراتر از داداش بودیم برای هم داداشم مرگ ضربه خیلی بزرگی به هم زد یه جوری کمرم خم شد به خدا اونایی که داغ عزیز دیدن میفهمن که من چی میگم داغ عزیز خیلی سخته امیدوارم که هیچ کسی تجربهش نکنه اینکه میگن بعضی از اتفاقات باعث میشن موهای آدم یه شب سفید بشه به خدا راسته من تا قبل از این موضوع آدم شادی بودم رفیق باز بودم و اهل همه چیزم بودم آخه میدونید خانواده ما وضعیت مالیشون خوب بود داداشم که وضعیتش توپ توپ بود ما دقدقه ای نداشتیم توی زندگیمون خیلی شاد بودیم چه کشورایی رو که نرفتیم ولی زندگی پر از سپرایزه. خدا انگار کسایی که خیلی شادن و دچار چالش میکنه. زندگی مام همینطوری بود. بابام که مریض شده بود و حتی دیگه در تلو باز نمیکرد. اصلا حوصله نداشت که بره مغازه. چندین ماه بود که مغازمون بسته شده بود. برای هیچ کسی دل و دماغی نمونده بود. تنها دلخوشی ما بچه های برادرم بودن که هر روز میدیدیمشون. اوایل تا چهلون پیشمون بودم. ولی بعدش مامانشون گفت که ما میخوایم بریم خونه خودمون ولی هر روز میوردشون و ما میدیدیمشون بچه های برادرم یکیشون سه سالش بود و یه دختر تقریبا چهار و نیم ساله هم داشت آخ که چقدر شبیه داداشم بودن اگه بخوام از اون روزا بهتون بگم همش ناراحتیه زنداداشم هم برعکس ما که هنوز لباس مشکی تنمون بود لباس مشکیشو در بود هنوز قاب عکس داداشم روی دیوارمون بود حتی هر هفته پنجشنبهها مامانم سفارش حلوا میداد و میرفتیم سر قبر داداشم من زن داداشم و قضاوتش نمی کنم بالاخره زن جوونی بود تو فکر و خیال خودم بودم که با صدای مامانم بلند شدم از تخت و رفتم توی حال که ببینم چه خبر شده دیدم مامانم تلفن به دست داره گریه میکنه گفتم مامان چی شده کی زنگ زده مامانم گوشی تلفن رو گذاشت و اومد پیشم بغلم کرد و توی بغلم زار زار گریه کرد گفت زن داداشت بود میگی میخواد ازدواج کنه با این حرفش بود زده به مامان نگاه کردم و گفتم چی میگی مامان؟ گفت به خدا خودش گفت گفتم آخه این چی کم داره؟ داداش من که توی وسیعت نامش نوشته که تمام مال و اموالش برسه به اون با خودمون وسیعت نامش رو دیدیم این همه مال و ثروت شوهر میخواد چیکار کنه؟ دوتا بچه هم که خدا رو شک داره. مامانم گریه میکرد و میگفت نمیتونم والا. این زنه حتی واین اصلا سالگرد داداشت بشه. میگه میخوام ازدواج کنم. من زن جوانیم. نمیتونم که تا آخر عمر اینجوری بمونم. واقعا که این زن چقدر بیاتفه بود. وقتی که داداشم داشت باش ازدواج میکرد مامان و بابا مخالف بودن. آخه میدونین؟ اینا از این خونه های خیلی سطح پایین بودن ما که پول داشتیم و پول برامون مهم نبود ولی اینا کلا چجوری بهتون بگم گشنه پول بودن به خدا وقتی رفتیم خواستگاریش باباش تو روز خواستگاری هنوز نه صحبتی شده بود نه چیزی حرف از مهریه و شیربه ها زد گفت مهریش 1374 تا سکه باید باشه یعنی سال تاریخ تولدش اون لحظه به مامانم گفتم مامان بزار باهاش صحبت میکنم بهش میگم که حداقل تا سالگرد دادای صبر کنه اینجوری که نمیشه اصلا بچه ها چی میشن مامانم فقط گریه میکرد اون روز رفتم پیش زن داداشم و کلی باهاش صحبت کردم دیدم میگه من زن جوانیم و نیاز به شوهر دارم تو خودم یه سری نیازا رو میبینم که باید رفت بشه باورم نمیشد تو چشای من نگاه میکرد و میگفت که یه سری نیاز دارم چطور ممکنه سه مام صبر نکرده بود برای مرگ داداشم هر کاری کردم که رازیش کنم حداقل یکی دو سالی وای سه تا بچه ها بزرگتر بشن قبول نمی کرد می گفت فقط می خوام ازدواج کنم بچه ها من باید پیش خودم باشم اون روز با یه حال داغون رفتم خونه مامانم تا منو دید اومد من سمتم و گفت فرشی جان چی شد مادر رازیش کردی؟ نگاه به چشای گریونش انداختم و گفتم مامان میگه میخوام ازدواج کنم الان سه ماه که از مرگ شوهرم گذشته و چه فرق میکنه به حال من که چه سه ماه بگذره چه سه سال بالاخره که باید ازدواج کنم مامانم دوباره گریش رو از سر گرفت اگه بچه ها رو برداره ببره بچه ها زیر دست ناپدری بزرگ میشن یادگارای برادرتم من تنها دلخوشیم اونان میفهمی؟ به خدا اگه ازدواج کنه من نابود میشم پیش مامانم نشستم و دلداریش دادم گفتم مامان جان من بازم میرم با صحبت میکنم انشاالله که پشیمون میشه مامانم من با چشای اشکی نگام کرد و گفت فرشین مامان میدونم این چیزی که ازت میخوام خودخواهیه ولی وضعیت ما رو نگاه کن وضعیت بچه های داداش تو ببین دلم نمیخواد بچه های داداشت زیر دست ناپدری بزرگ بشن منتظر بودم مامانم حرفش رو بزنه اما مامانم چیزی گفت که دنیا روی سرم خراب شد برگشت و گفت تو میتونی با داشت ازدواج کنی؟ اگه باش ازدواج کنی دیگه هیچ مشکلی نیست بچه های برادر زیر دست ناپدری بزرگ نمیشن از این حرف مامانم جا خوردم چطور ممکن بود که من با این زن ازدواج کنم؟ این زن مثل خواهرم بود گفتم مامان من اصلا نمیتونم به سهر به چشم دیگه ای نگاه کنم مامانم باز شروع که به گریه کردن گفت تو رو خدا اگه این ازدواج کنه و بچه ها رو از ما بگیره مادر من میمیرم اونقدر گریه کرد که تهش گفتم مامان بذار فکر کنم ببینم چه کار باید بکنم اما هرچی اون روز فکر کردم را به جایی نبردم این زنه میگفت من میخوام ازدواج کنم و یه سری نیازا دارم نمیدونستم باید چه کار کنم دائم چهره داداشم میومد توی ذهنم من چطور میتونستم با زنش باشم چطور میتونستم کنار زنش بخوابم از فرداش کار مامانم این شده بود که میومد گریه و زاری میکرد برای اینکه منو راضی کنه با زن داداشم ازدواج کنم آخرشم موفق شد دلسوزی برای بچه های برادرم باعث شد که من بخوام با این زن ازدواج کنم وقتی که به سهر گفتم از خوشیدش بول در نمیتونم چرا ولی اصلا ذره مخالفت نکرد من چطور میخواستم با یه همچین زنی زندگی کنم زنی که حتی به شوهر قبلی خودش یه سالم وفادار نمون من اصلا ملاکم برای ازدواج یه همچین زنایی نبودم خلاصه که وقتی دیدم سهرم از همچین چیزی استقبال کرد مجبور شدم باهاش ازدواج کنم ولی به روح برادرم قسم اصلا به چه زنم بهش نمیتونستم نگاه کنم فقط به خاطر خونوادم داشتم باهاش ازدواج میکردم خیلی لحظات سختی بود برام از یه طرف به خاطر که دل مادرم آروم بگیره داشتم این کارو میکردم از یه سمتم آینده خودم رو در نظر میگرفتم اینکه من اصلا ملاکم برای ازدواج یه همچین زنی نبود من اصلا یه فکرهای دیگه ای برای آیندم داشتم در نهایت هم زور خونوادم چربید به اون چیزی که تو فکرم بود آخرشم با این زن ازدواج کردم روزی که میخواستیم بریم محضر رو هیچ وقت یادم نمیره. خانم میگفت باید برام حلقه بخری. اصلا متوجه نمیشد که من برادرم و از دست دادم. متوجه نبود که خودش شوهرش رو از دست داده. من نمیدونم چرا این آدم اونقدر بیخیال بود. مگه میشه تو با شوهر زندگی کنی و سه ماه از مرگش نگذشته باشه دیگه هیچ حسی نداشته باشی. ازش دوتا بچه داشته باشی و انگار نه انگار. بهش گفتم برو حلقه که خودت دلت میخواد و بخر من دلخوشی ندارم اگه دارم باهات ازدواج میکنم فقط به خاطر بچه های دادا شمه، نه به خاطر چیز دیگه ای خلاصه که این آدم بیخیال رفته بود و واسه خودش حلقه خریده بود حتی رفته بود لباس سفید پوشیده بود و آرشگام رفته بود میکاب انجام داده بود شبیه تازه عروسا شده بود انگار نه انگار که خودش مادر دو تا بچه بود مامانم اینا که اصلا اون روز داغون شدن آخه یاد عقد برادرم افتادن و حالشون بد شد ولی جلوی من بروز نمیدادن خیلی اون روز فقط خودمون توی محضر بودیم کسی رو دعوت نکرده بودیم اصلا هیچ چیز اون مراسم شبیه به جشن و شادی نبود انگار بیشتر از بود تنها کسی که خوشحال بود فقط سهر خانم بود توی عقد ما بچه های برادرم هم حضور داشتن بیچاره بچه بودن نمیفهمیدن چه خبره من حتی تو عقد خودم لباس مشکی تنم بود اون روز عقد منو سر خونده شد و بعد عقد بهش گفتم که بیا بریم اول خونه مامانم ولی قبول نکرد گفت که منو تو تازه عروس و دومادیم کجا بریم میریم اول خونه ما خدای این زن چرا اینقدر بی بود خیلی ریلکس برخورد میکرد شوهرش تازه سه چهار ماه بود که فوت کرده بود خلاصه که به حرف سهر رفتیم خونش مامانم اینا هم با یه حال خرابی رفتن خونه خودشون نمیدونستم باید چجوری رفتار کنم این زن تا رسیدیم خونش دیدم بچه ها رو فرستاد توی اتاق و خودش رفت لباس عوض کرد یه لباس جذب اونجوری پوشیده بود اومد جلو منم سرمو انداختم پایین آقا هنوز عادت نداشتم که به چشم زنم بهش نگاه کنم هنوز انگار زنداداشم بود برای من دیدن این صحنه خیلی زجرآور بود من سرم و انداخته بودم پایین و با گوشیم داشتم ور میرفتم که دیدم اومد پیشم و شروع کرد بهش اش بریختن بهش گفتم سهر بذار یه چند روزی بگذره الان وقتش نیست دیدم کلی بازی در آورد و گفت نه یعنی چی که وقتش نیست من نیاز دارم بهت خلاصه که اون روز به زور منو برد توی اتاق و کاری که نمیخواستم انجام بدم و انجام دادم. درسته که زنم بود، حلالم بود ولی من اصلا آمادگیشو نداشتم. اون بابی شرمیه تمام با بیشرمی تموم با هم بود. بعدشم رفت دوش گرفت و شام درست کرد. منم با یه حال خراب رفتم پیش بچه های برادرم و باهاشون بازی میکردم. فکر کنید من توی اون سن با اون قد و کرد تو خونه برادرم گریه میکردم. خیلی حالم بد بود. جای جای خونه برادرم انگار بوی برادرم رو میداد. انگار برادرم اصلا اونجا حضور داشت. یاد وقتایی می افتادم که می اومدم خونشون رو با هم کلی صحبت می کردی. یاد وقتایی که با هم فوتبال دستی بازی می خدایا این چه سرنوشتی بود این چه زندگی بود کاش که به جای برادرم من مرده بودم من مجرد بودم اما اون بیچاره دوتا بچه داشت از فردای اون روز زندگی من اونجا شروع شد بیشتر وقتم و سعی میکردم با بچه های برادرم بگذرونم که جای خالی باباشون احساس نکنن وقتی دست میکشیدم سر برادر زاده تمام موهای تنم سیخ میشد از اینکه جای باباشون گرفتم شاید پیش خودتون الان بگید خب چیه مگه حالا رفتی با زنداداشت ازدواج کردی ولی نمیدونین چقدر سخته تا جای من نباشین درک نمیکنید نمیدونید آدمی که شما مثل خواهرتون تصورش میکردین حال شده زنتون یه جوریه زندگی و روزگارم هم به همین صورت گذشت مامانم اینگار بعد از این قضیه یکم حالش بهتر شده بود از اینکه حداقل بچههای بر برادرم زیر سایه کسی نیستن من خدا رو شکر میکردم که حداقل اگه زندگی من نابود شد مامانم از این به بعد آرامش داره خیلی حالش بهتر بود و با خودش خیلی خوب کنار اومده بود دیگه بیشتر اوقات میومد پیش ما و به بچه ها سر میزد حتی گاهی نهار و پیشمون میموند سهر گاهی وقتا کلافه میشد و میگفت چقدر مامانت اینجا میاد منم بهش میگفتم انتظار نداری که نیاد مثل اینکه پسرش فوت کرده حداقل باید دواهاش که ببینه رابطه من و سهر هر شب انجام میشد ولی زوری بود سهر انگار سعی میکرد به زور منو عاشق خودش کنه دلیل کاراشو نمیفهمیدم اینکه چرا داره این کارا رو انجام میده یا چرا مثلا میخواد اونقدر زود منو به خودش وابسته کنه من بچه که نبودم متوجه میشدم که خیلی از کاراش برای جلب توجهه مثلا رفت موهاشو یه روز بلند بلون کرد بهم گفت خوشگل شدم منم بهش گفتم واقعیتش من از زنایی موبلوند خوشم نمیاد فردا شدم رفت موهاشو تیره ی تیره کرد فقط به خاطر اینکه من دوست نداشتم موی بلوندو شاید باورتون نشه که چقدر از این کارا انجام میداد همیگه این چیزا باعث شده بود که برام خیلی چیزا جای تعجب داشته باشه من دیگه به کارای سحر و وجود سحر عادت کرده بودم یعنی داشتم سعی می کردم که یه جوری باشم که انگار یه زندگی نرمال دارم دیگه باید همه چیز رو قبول میکردم دیگه راهی نداشتم حدود سه چهار ماهی از زندگیمون گذشته بود که یه روز بعد از غذا احساس کردم خیلی سنگینم اون روز قرار بود برم مغازه ولی احساس کردم خیلی سرم سنگینه دقیقا بعد از اینکه غذا خوردم اینجوری شدم سهر و بچه هم از غذای من نخورده بودن فقط خودم اون غذا رو خوردم بعد که از خواب بیدار شدم دیدم سه چهار ساعتی است که خوابیدم رفتم سرویس بهداشتی و داشتم دستامو میشستم که یهو دیدم روی انگشتم اثر استامپه مثل وقتی که یه جایی رو مهر امضا کرده باشی سر انگشتم آبی بود ولی انگاری که سعی کرده بود که اینو پاکش کنه و اثری از اون روی دستم نمونه برام خیلی عجیب بود مطمئن بودم که به جایی دست نزدم اصلا جایی رو اون روز من مهر نکرده بودم هرچی فکر میکردم به نتیجه نرسیدم اصلا همه چیز برام عجیب و غریب شده بود اینکه من چرا یه چندین ساعت باید میخوابیدم آخه بعد از اون اصلا عادت به خوابیدن نداشتم اینکه حالا خوابیده بودم و دستم هم اینجوری شده بود واقعیتش خیلی مشکوک شده بودم بعد از اون به رفتاره یه سهر دقیق تر شدم احساس میکردم کردم گای انگار قبل از اینکه غذا رو بیاره سر سفره خیلی طولش میده یه بار یواشکی از کنار در آشپزخونه دیدمش پشتش کاملا به من بود اما می دیدم که داره یه کارایی رو انجام میده. دیگه توی رفتارش دقیق تر شده بودم. فهمیدم بعد از اینکه که مثلا یه کمی طولش میده داره یه کارایی رو با غذا انجام میده. من انگار بعد از خوردن غذا بیحال می شدم اون روزا. جالب این بود همیشه برای من این اتفاق می افتاد. اون روزی که این غذا رو درست می کرد توی ظرف جداگانه برام غذاری. بچه ها و خودشم از اون غذا نخوردن. گفت به خاطر تو کمی نمکش رو بیشتر ریختم. من و بچه ها غذا رو کم نمکتر و کم میخوریم. فقط همین گفت. هر روزم این کار رو نمیکرد. مثلا توی هفته شاید دو بار این کار رو انجام میداد. یا نهایتا سه بار غذاشون از من جدا بود. همه اینا باعث شده بود که من بهش مشکوک بشم. هر وقتم که غذا رو جدا می من اون روز بیحال بودم و سرگیچه داشتم. اینکه یه بار رفتم آزمایش دادم و که ببینم این چی تو غذا میریزه گفتم برم ببینم اصلا چربی قندی چیزی بالا نرفته رفتم آزمایش دادم و جوابش رو که نشون دکتر دادم گفت شما قرص خاصی مصرف میکنین گفتم نه چطور مگه آقای دکتر گفت قرص فشار چطور گفتم نه والا تا استفاده نکردم گفت این علائمی که شما دارین به خاطر که اینو قرص فشاره نگاش کردم و گفتم من اصلا هیچ قرصی مصرف نمی کنم. اصلا فشار خون ندارم که بخوام استفاده کنم. گفت خب چه می داشتین که اومدین آزمایش دادین؟ گفتم هیچ چیز هرگی چه داشتم و یه وقتایی هم بیحال حال می شدم. اونم گفت بدون علت که آدم این حالتی نمیشه شما آزمایش دادین بدنتون سالمه ولی خب آزمایش خونتون مشکل داره بهش گفتم آقای دکتر مصرف این قرصی که میگین عوارضی هم داره میخواستم بدونم این زنه میخواد چه بلایی سرم بیاره که این قرص رو توی قضام حل میکنه وگرنه من که تو قبل سالم بودم برگشت و به ام گفت آدمی که سالم باشه اگه این قرص فشار رو بخوره در طولانی مدت باعث سکته قلبیش میشه این حرف که شنیدم تمام بدنم لرزید سکته قلبی یاد داداشم افتادم دکترا گفته بودن که داداشم توی خواب سکته قلبی کرده پرسیدم آقای دکتر مثلا چند وقت این قرص رو مصرف کنی اونجوری میشی گفت حداقل باید دو سه ماهی مصرف مداوم بشه که این اتفاق بیفته ولی میگم اگه فشار داشته باشی یا این قرص رو بخوری فشارتو میزون میکنه ولی اگه آدم سالم این قرص رو بخوره ممکنه فشار خونش به هم بریزه و دچار سکته بشه من خیلی ترسیدم چطور ممکن بود یه همچین چیزی این زن چرا روزش به من این قرص میداد مطمئن بودم که این تو غذای من از این قرصا میریزه از اون روز دیگه پیگیر کاراش شدم میخواستم سر از کارش در بیارم دائم حرف دکتر میومد توی سرم که میگفت باعث سکته قلبی میشه داداشمم هم سکته کرده بود یادم میومد که روی انگشتمم تمام اثر استام بود سهر برای چی از هم از سر انگوش گرفته بود گیت شده بودم از سرم توی مدت به روش نیوورده بودم نمیدونستم چی درسته چی غلطه تا اینکه یه روز که خونه نبود و رفته بود استق من کل کابینت رو گشتم میخواستم ببینم این توی غذا از اون قرصی که دکتر میگه میریزه یا نه تا اینکه دیدم توی یکی از کابینتا اون قرصه است قرصی که استفاده شده بود حس اون لحظه من قابل گفتن نیست اصلا نمیدونم چه جوری بهتون بگم نمیتونستم چرا این زن این کارو داره انجام میده اگه راضی نبود با من ازدواج کنه خب خیلی قشنگ میتونست بگه نمیخوام چرا اون قش شوق و ذوق داشت پس چرا اون سعی میکرد منو عاشق خودش کنه این کارا رو انجام میداد که مثلا چی بشه؟ مثلا میخواست یه بلایی سرم بیاره؟ چه دشمنی به خانواده من داشت؟ روزگار به همین منوال میگذشت. دیگه من سعی میکردم موقع غذا خونه نیام. میترسیدم از غذاش بخورم. نمیتونستم هم جلوش یه جوری رفتار کنم. از اون غذاش نخورم. میترسیدم یه بلایی سرم بیاره. اونا وقتی میدید که من مثلا نهار یا شام خونه نمیام به جاش توی چایی منگار یه چیزی حل میکرد به خدا یه وقتایی با هزار تا ترفند چای رو میریختم توی گلدون و علکی میگفتم که خوردم آخه نمیتونستم باید چی کار میکردم روزا سپری میشد و من اصلا انگار روی هوا و زمین بودم انگار زندگی مثل یه پازل کنار هم چیده شده بود و نمیتونستم تشخیص بدم کدوم پازل درسته و کدوم تیکه پازل غلطه گیت شده بودم دلم برای بچه های برادرم میسوخ. میترسیدم این زنه یه بلاییم سر اونا بیاره یه جورایی حس میکردم که سهر توی مرگ برادرم نقشی داره خلاصه که خدا اگه بخواد دست کسی رو رو کنه به نظرم رو میکنه یه روز که رفته بودم تو اتاق کار داداشم چشم به یه برگهی خود. یه برگه کپی شده بود میدونید انگار امضا و اثر انگشت داداشم روی چند تا برگهی سفید بود ای خدا من چرا متوجه نشده بودم که این زن امضای داداش منو جلب کرده چرا باید اثر انگشت و امضای داداشمو روی چند تا برگه سفید زده باشه پس اون وصیت نامه که نوشته بود همش جلب بود من تازه داشتم میفهمیدم که چرا این کارا رو میکنه این دنبال مال و اموال ما بود شاید حتی یه وصیت‌نامه جعلی برای من درست کرده بود که منم هرچی مال و اموال دارم و برای خودش بکشه بالا این زن چطوری میتونست اینقدر پست باشه حالم خیلی بد بود اصلا نمیدونستم چی کار دارم میکنم این زن دادش منو به کشتن داده بود و میخواست منم بکشه اونم با چی با مصرف اون قرصا اونقدر حرفه این کار رو انجام میداد که ذره ذره داشت جونم میگرفت و مثلا کاری داشت میکرد که حتی پزشک قانونی هم متوجه نشه و بگه طرف توی خواب سکته کرده. برادر جوون من و باعث مرگش اون شده بود. اونم فقط به خاطر اینکه به پول و مال و منال اون برسه. اینا از اولم خونه بودشون و بدبخ بودن. آخ که برادر صادق من عاشق کی شده بود حتی زنشو نتونسته بود بشناسه خدا رو شکر می کردم که فهمیدم جریانو. اگه منم یه بلایی به سرم می اومد، تکلیف پدر و مادرم چی می اونا داغون می شودن. اصلا نابود می شودن. یعنی مال دنیا اونقدر ارزش داره که آدم هم شوهرش رو نابود کنه هم بخواد کل خانواده شوهرش رو به هم بریزه که چی مثلا چهار تا خونه و تا زمین گیرت بیاد این زن از اون دنیا انگار نمی ترسید یه چهره شیطانی شده بود این زنه فقط عقده پول و مال و منال داشت من که نتونستم تحمل کنم این قضیه را به پلیس گزارش دادم اول تو فکرم بود که خودم یه بلایی سرش بیارم میخواستم خودم نابودش کنم ولی بعد که فکر کردم به اینکه اگه این کار رو انجام بدم چه بلایی ممکنه سر خودم بیاد پشیمون شدم اگه میرفتن زندان که چه حالی پدر و مادرم پیدا میکردم خدا شاهده اگه به خاطر پدر و مادرم نبود میخواستم خودم یه بلایی سرش بیارم میخواستم کاری کنم که جگرش تیکه تیکه بشه همونجور که برادر من بیچاره رو کشته بود داغی رو دل خونوادش بذارم برادر جوان سی و چهار ساله منو اون نابود کرده بود آخ الایی که یه همچین زنایی از روی زمین محو بشن همون روز سری رفتم پیش پلیس و همه چی رو گزارش دادم حتی برگه آزمایش های خودم هم بردم براشون کل قضیه رو از اول تا آخر توضیح دادم حتی قرصایی که توی خونه پیدا کرده بودم و به همراه آزمایشام هم تحویل پلیس دادم پلیس هم سریع سهر رو احزارش کرد اون نمیدونست قضیه چیه وقتی بردنش اونجا کلی ازش بازجویی کرده بودم متوجه شده بودن که حرفای زد و نقیزه مثل اینکه بازجویی سنگینی داده بود و آخرش هم اعتراف کرده بود که به خاطر پول این کارو کرده گفته بوده که دلش میخواسته زندگی راحت داشته باشه و شوهرش هیچی رو به اسم اون نمیزده. دلش میخواسته که همه مال و منال شوهرش به اسم اون باشه. مجبور شده که این کار رو بکنه که همه چی رو به اسم خودش بزنه. حتی اعتراف کرده بود که مواقعی که شوهرش توی اون حالت خواب بوده از اون اثر انگشتای زیادی گرفته بوده. از اولش هم برای ازدواج با من نقشه کشیده بوده. چون اخلاق و روحیات مادر هم میشناخته میدونسته که اونا نمیذارن جای دیگه ازدواج کنه و منو مجبور میکنن که با اون ازدواج کنم همه ی هدفشم از ازدواج با من این بوده که همون نقشه که روی برادرم پیاده کرده رو روی من پیاده کنه که خدا رو شکر من زرنگتر از این حرفها بودم و متوجه شدم همه چیزو آخه یکی نبود بهش بگه لعنتی تو داشتی با برادر من زندگی میکردی خوشبخت بودی توی رفا بودی حالا چه فرق میکرد که این مال و اموال به اسم تو باشه یا به اسم او <applause> یعنی اینقدر عقده پول داشتی که حاضر شدی بچههات یتیم بشن خلاصه که پلیس همه اموالی که به اسم سهر خورده بود و توقیف کرد و دوباره به ما برگردون بچه های برادرم الان پیش خودمون هستن. سر اوزش هنوز مشخص نیست. پلیس تشخیص داده که نیاز به روان پیزش داره و در نهایت هم گفتن تهش باید اعدام بشه. آخه قتلش یه قتل عمد بوده. خانوادم وقتی که این قضیه رو فهمیدن خیلی اذیت شدن. ولی مامانم رو دارم پیش روان پزش میبرم که حالش بهتر بشه. الان توی خانواده ما تنها دلخوشی ما همین دوتا بچه های برادرم هم. من الان دیگه به هیچ زنی واقعا اعتماد ندارم میگم آه کاش آدما به خاطر پول دست به هر کاری نزنن کاش که آدما یه ذره وجدان داشته باشن البته بعضی از آدما رو میگم یه آدم واقعا چقدر میتونه بیرحم باشه که همچین کاری رو با شریک زندگیش بکنه اونم شریک زندگی که اونقدر مهربون و خوش اخلاق و با وفا بود هنوز که هنوزه نمیتونم به هیچ دختری اعتماد کنم با هیچ کسی هم وارد رابطه نشدم تا حالا احساس میکنم که همه زنا قراره توی زندگی به هم آسیب بزنن از اینکه شنونده داستان زندگی من بودین از شما سپاس گذارم خوشحال میشم که اگه نظر یا پیشنهادی دارین که میتونه به من کمک کنه که از این حس و حال در بیام حتما داخل کامنت ها برام بنویسین همراهان عزیز چنان چه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید